جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل از سیاتل همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب روشندل و سپاس از همراهیتون. جناب روشندل، اسرائیل معمولاً رسماً مسئولیت حملاتی رو که انجام میده اعلام نمیکنه. این بار داره پیشگیرانه پیشتر اعلام میکنه که پاسخ چنین تهدیدهایی رو که جمهوری اسلامی داره علیه شهروندانش در نقاط مختلف دنیا اعمال میکنه در قلب تهران میده. این چه پیامی رو داره برای جمهوری اسلامی ارسال میکنه؟ درود بر شما و بینندگان عزیز. همونطور که شما اشاره کردید، لحن پیام اسرائیل این بار متفاوت است و در واقع اشاره داره میکنه به توان عملیاتی در داخل خاک ایران که البته در گذشته به دفعات به شکل‌های مختلف ما شاهدش بودیم. صرفاً اسرائیل اون رو اقرار نمی‌کرده یا نمی‌پذیرفته به اون شکل. این عملیات از بازجویی افراد گرفته تا خروج اسناد، کشتن دانشمندان اتمی ایران و غیره، تنوعی از عملیات بوده. اما حالا در حقیقت باید بگیم که اسرائیل درجه نگرانیش رو در یک مقدار بالاتر میبره و این بستگی داره، یعنی رابطه مستقیم داره با رابطه روسیه با ایران و متقابلا ایران به روسیه. در قسمت دیگه ای از صحبتاش آقای بارنا به این اشاره میکنه که علاوه بر پهپادهایی که به مسکو فروخته، موشکای کوتاه برد و دور برد هم قراره بده به روسیه. اما نگرانی اسرائیل از این هستش که روسیه به عنوان پاسخ به این رابطه چیزایی رو که لازم ندارن و میتونن بدن و میتونه از تسلیحات پیشرفته باشه در اختیار ایرانی ها قرار بدن و اون وقت اون تسلیحات هستش که مستقیما با امنیت اسرائیل و صلح و ثبات در منطقه و موجودیت اسرائیل البته رابطه مستقیم داره، اگر کلمات خودش رو به کار ببریم. جناب روشندل، رسانه‌های مختلف، خود ما بارها اعلام کردیم که جمهوری اسلامی بارها همکاران ما رو، روزنامه نگاران رو، رسانه‌ها رو تهدید کرده آشکارا، آزار سیستماتیک، کمپین‌های نفرت پراکنی که خصوصاً در فضاهای مجازی به راه می‌اندازن علیه روزنامه نگارانی که صرفاً دارن وظیفه‌شون رو انجام میدن. این بار این گزارشی که در واقع اسرائیل داره به اون اشاره می‌کنه، تهدیدهایی که اشاره می‌کنه که بسیار فوری هستن و اهمیتش رو برش تاکید میکنه، فکر میکنین آیا برای یک بار هم که شده این اجماع جهانی رو ایجاد خواهد کرد که یک فکر اساسی بکنن برای حمایت از آزادی بیان برای روزنامه‌نگارانی که دارن در خارج از ایران فعالیت میکنن؟ مخصوصا نکاتی که شما اشاره کردید کاملا صحیح هست، ولی متاسفانه همچنان هم ادامه داره. هر روز و هر دقیقه این نفرت پراکنی ها توسط جمهوری اسلامی در فضای مجازی صورت میگیره. اما این بار وضعیت یک مقداری فرق میکنه به دلیل اینکه علاوه بر خود اسرائیل، بعضی از کشورهای دیگر هم از این حرکت دارن حمایت میکنن. همین حالا که ما داریم صحبت میکنیم، آقای جیمز کریورلی وزیر خارجه بریتانیا که بیش از همه با قضیه اصلاح ایران اینترنشنال و تهدیداتی که متوجه شد آشنایی داره، در سفر به اسرائیل هست و قرار است با آقای نتانیاهو ملاقات بکنه و یکی از مواردی که قرار ایشون مطرح بکنه هشدارهایی است در مورد تهدیدهای ایران. این تهدیدها جنبه عمومی داره، جنبه کلی داره، ولی به طور یقین تهدیدهایی رو که متوجه رسانه‌ها و آزادی بیان هم هست در اون شامل خواهد شد.